صحبت امروز ما یکی از دو سخنرانی است که ما در این ترم برنامه‌ریزی کردیم برای بزرگداشت 100 سال تولد ابراهیم گلستان. ابراهیم گلستان به گمان من یکی از برجسته‌ترین، پرنفوذترین، فعال‌ترین، خلاق‌ترین روشنفکران و هنرمندان 100 سال اخیر ایران بوده و خوشبختانه کارش رو ادامه میده. همین هفته پیش کتاب جدیدی از اون منتشر شد، برخوردها در زمانه برخورد، که واقعا کتاب به گمان من درخشان است، کتابی درخشان در سلسله کارهای درخشان ابراهیم گلستان. و ما برای بزرگداشت او این ترم دو برنامه ویژه تخصیص دادیم. ویژگی این دو برنامه اینه که هر دو به همکاری دو تا از منقدین و محققین نسل جدید، و هر دو محققین نسل جدیدی که در ایران زندگی میکنند و در ایران کار میکنند، تدارک خواهد شد و تدارک شده. سخنرانی اول امشب هست، سخنرانی دوم سهند عبیدی هست که 3 هفته دیگه انجام خواهد شد. دلیل اینکه ما این انتخاب رو کردیم هم به خاطر این است که این دو نفر کارهای درخشانی در زمینه ابراهیم گلستان کردند، و هم به خاطر اینکه اینها از نسل جدیدی از خوانندگان و منقدین ایرانی کنجکاو در مورد گلستان هستند. بسیاری از هم نسلان گلستان، چه به ضرورت‌های جزمی حزبی چه به خصومت‌های شخصی، آثار او رو یا بر نرسیدند یا اگر رسیدند تحقیر کردند، حمله بهش کردند. یک نسل جدیدی از خواننده و بیننده برای آثار گلستان هست، و خانم سخنران امشب ما، خانم دکتر آمنه یوسفی، یکی از برجسترین اونها هستند. من این بخت رو داشتم که حدود 2 سال پیش با ایشون از طریق ایمیل آشنا شدم، و اولین نشونه های اولین در واقع نمونه های کارهاشون رو در مورد آقای گلستان خوندم، و به نظرم کار درخشانی آمد. از ایشون خواستم که میخواید من این رو برای آقای گلستان بفرستم که او هم نظر بده؟ ایشون گفتن نه، من قبلا با آقای گلستان تماس گرفتم و ایشون به من خیلی کمک کردن. وجه دیگری از شخصیت گلستان هست. گلستان رو معمولا منتقدینش به تندی اخلاق متهم میکنند، ولی نحوه همکاریش با این محقق جوان در ایران نشون میده که این حرفا بیشتر شایعات کذب است. سرکار خانم دکتر یوسفی، بیوگرافیشون در سایت ما هست، نمیخوام وقت زیاد بگیرم برای تکرار اونها. خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتند و از شهر همدان به ما میپیوندند. خانم دکتر یوسفی، خوش آمدید. با سپاس از مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد و مدیر محترم این مرکز جناب آقای دکتر عباس میلانی و همکاران گرامیشون آقای فرانکو ایوانکو و خانم شرپا که فرصت حضور من در این برنامه رو فراهم کردن. رابطه تصویر و کلام در آثار داستانی و سینمایی ابراهیم گلستان موضوعی است که در گفتار پیش رو با آن خواهم پرداخت. دشواری کار ناگفته پیداست، چرا که ابراهیم گلستان یکی از پیشروان داستان‌های کوتاه مدرن در ادبیات داستانی و سردمدار جریان موج نو در سینمای ایران می‌باشد. فرصت کوتاه است و سخن بسیار، و بیشک در این کوتاه گفتار مجالی برای واکاوی تک تک آثار نیست و این دریغی است عمیق. من اما می‌کوشم در این فرصت به تحلیل چند نمونه که از میان آثار وی برگزیدم بنشینم. هدف من یافتن شیوه های روایی تازه گلستان در سینما با وام گرفتن از عناصر ادبی و همینطور سبک های بیانی سینمایی با توصیف دقیق تصاویر در داستان نویسی در آثار اوست. برای این منظور به بررسی شگرت های سینمایی و داستانی و همینطور تأثیر عناصری همچون باد، صدا و نور در غنای تصویری داستان های گلستان می‌پردازم. تصویر زاینده حرکت است و برمی انگیزد احساس را، و این به گسترش فرایند ذهنی و نزدیک شدن به هسته داستان می انجامد. شگرت‌های سینمایی و داستانی به معنای یافتن سازوکارهایی است که نویسنده در نوشتن داستان به کار برده که به تصویری تر شدن آن کمک شایانی نموده است.
این شبیه کاری است که کارگردان در صحنه بندی نماهای فیلم انجام می‌دهد. علاوه بر اینکه نحوه شروع داستان و شیوه های صورت بندی روایت توسط او نیز در زمره شگرد‌های نویسندگی مؤلف محسوب می‌گردد که در نگاهی کلی در خدمت چگونه گفتن قرار گرفته است. در آثار سینمایی نیز گلستان با ادراک و فهم وسیع خود و آمیزش و تافتن کلام همچون پودی بر تار تصویر خالق فیلم هایی می شود که فاصله معناداری با سینمای آن روزگار دارد. گلستان نویسنده است که بر پایه باورهای فردی خیش پیش می رود. او همیشه از فضا و جریانهای عوامگرایی رایج در ایران گریخته و از بسیاری جهات پیش رو بوده است. در واکاوی داستانها نخست از مجموعه آذر ماه آخر پاییز و داستان کوتاه به دزدی رفته ها شروع می کنیم. شخصیت اصلی این داستان خدمتکاریست به نام زینب که خیال میکند یکی از دو کارگری که برای تعمیر سقف شیروانی به خانه آمده در جایی پنهان شده تا نصف شب برای دزدیدن چیزی یا صدمه زدن به کسی از کمین بیرون بیاید. این توهمات از تجربه تلخی که زینب در نوجوانی داشته ناشی میشود. پس از خواندن داستان پررنگترین پرتوی که به ذهن خواننده میتابد ترس و استراب و پریشانی میباشد که زاییده خیال است و اساساً بر مبنای واهی استوار. گلستان برهم خوردن سلامت ذهنی شخصیت‌های داستان را ناشی از توهمی می‌داند که نتیجه ناآگاهی است و با خاطرات تلخ آنها می‌آمیزد و ترس در وجودشان زاده می‌شود. جملات آغازین داستان قدرت زایندگی دارند و اغلب ناظرند بر کل اثر. در اینجا نیز شوریدگی و پریشانی در کلام نویسنده هویداست. آنجا که می‌گوید سایه سیاه و سنگینش روی زمین دراز کشیده بود و از دو گوش دیوار کمرنگ که بالا می رفت شکسته می شد. به استفاده گلستان از صدا و بازی‌های او با نور برای الغای آشفتگی جنون‌آمیز شخصیت اصلی داستان باید دقت بسیار داشت. هرگاه زینب آشوبش تشدید می شود و به یقین وجود دزد نزدیک باد هم قوقا از سر می گیرد. مثل اینکه موج سیاه وحشت پله‌های پایین را در خود بلعیده باشد، اکنون بالا بیاید، نعره و ناله باد بریده نمی‌شد. یا در مثالی دیگر که واجاری حروف ت، ر و سین کلمه ترس را در ذهن متبادر می‌کند. مثل اینکه سد دریای سکوت را شکسته باشند، همه جا را سیل نعره و غوغا پر کرده بود. دیکا و کماژدان‌ها و کاسه‌های مسی ته مطبخ روی تاخچه ها سرد و عمیق به او نگاه می کردن. باد از سوراخ شیشه پنجره نفیر می کشید و تو می آمد. اگر به سال انتشار این داستان توجه کنیم، در دهه 20 هنوز اون نوارد دنیای سینما شده که بخواهد تجربیات سینماییش را وارد داستان کند و نه اساساً آن زمان سینمای ایران آنچنان به لحاظ تصویر و صدا غنی بود که بخواهد مایه تاثیرپذیری باشد. گلستان از طبیعت برای بیان روحیات شخصیت‌های داستان‌هایش بهره فراوان می‌برد. مثلا آنجا که نویسنده می‌خواهد از اوسیان سخن بگوید، تمام واژه‌ها را برای تصویر کردن این سرکشی و یاغیگری به خدمت می‌گیرد. در داستان در خم راه چون این تمردی را شاهدی. قهرمان این داستان جوانی است آسی به نام کهساد که بر علیه ظلم خان طغیان کرده و در حال فرار از سربازان است. پدرش با او همراه می شود تا متقاعدش کند بازگردد و از خان طلب عفو نماید. پدر به دست سربازان می افتد و شکنجه و کشته می شود. پسر که دچار ترس و تردید شده اما تسلیم نمی شود و بیش از پیش خیال ایستادگی دارد. جمله نخست داستان به مدد تشبیه مسیر دشوار پیش روی کهزاد را برای مخاطب به تصویر می کشد. راه چون ماری محتاط در سرازیری تنگ می لغزید و پایین می رفت. داستان از نیمه شبی تاریک و وهم‌آلود آغاز می شود. به چینش واژه‌ها در جوار یکدیگر و بازی‌های زبانی برای الغای ترس و وهم توجه کنید. دو مرد پیش می رفتند و پاره ماه از بالا نگاهشان می کرد. سایه های ترسو خود را میان پاهای آنان می کشندن تا انگار خشخش پاپوش ها را خاموش کنند. واژه‌های خ و ش برای الغای صدای خشخش در میان تاریکی به علاوه حضور ترکیباتی همچون پاره ماه، سایه های ترسو فضای وهم‌آلود ایجاد کرده که به شدت نیز تصویری است. راه را رها کردند. از جوی آب که در تاریکی رنگ پریده می گذشت گذشتند. درختان پیر و کوتاه انگار تابوت‌های از یاد رفته جن‌ها در داخل کوه پراکنده شده بود.
با روشن شدن هوا و بالا آمدن آفتاب شخصیت قهرمانان داستان آشکارتر می‌گردد. تکلیف آنها با خودشان روشن می‌شود. ضمناً که یکدیگر را نیز بیشتر می‌شناسند. توهم و خیال جایش را به واقعیتی بی‌رحم می‌دهد. صبح اوهام شب را از سینه کوه و میان درختان پاک کرده بود. انگار شب که رفته بود بیشتر آنان را نیز با خود برده بود. در پایان داستان که الله‌یار به دست سربازان شکنجه می شود می خوانیم کهزاد از غیظ آرام نداشت. می لرزید. انگار وحشت از ته هستیش بالا می آمد و روی شعورش زنگار می بست. در بخش دیگر نویسنده با تکرار عبارت صدای سنگ، ترس از سنگ چین شدن پدر و با واژارایی حرف چه و تکرار کلمه می پیچد، گیجی و سرگشتگی کهزاد را و همینطور صدای چقچق سنگ ها را نشان می دهد. صدای سنگ ها تا پشت درخت ها می رسید. سنگ ها صدای بدی داشتند. صدای سنگ ها توی شکمش چنگ می انداخت و چیزهای نکبتی را تا نرسیده به حلقش بالا می کشان. صدای سنگ ها توی چشم آدم می پیچد. صدای سنگ ها توی گوش آدم می پیچد. توی کله آدم می پیچد و همه جا و همه چیز را در هم می پیچد. کهزاد از بالای تپه با روحی ناآرام و مردد شکنجه و مرگ پدر را به تماشا می نشیند. دوباره فضای داستان به تاریکی می رود. گویی بیداد در شمایل تاریکی و ظلمت در آمده و کهزاد عزم کرده است به نابودی و به زیر کشیدن آن. نگاه آگاهانه به تاریکی به قصد ایستادگی و عصیان در برابر آن تصویری استوار از قهرمان داستان نمایان می سازد که دردی وصف ناشدنی را به جان می خرد اما در فکر کاری بزرگتر است. ضرباهنگ کلام و همینطور شیوه تشریح فضای داستان و توصیفات نویسنده مخاطب را چنان زیر تأثیر خود قرار می دهد که گمان می برد تمام وقایع را به چشم دیده است. خلق چنین تصاویری به مدد تسلط گلستان به کلمه موجب شده او زبان و سبک ویژه خود را یافته و به نثری حسی تر و ملموس تر دست یافت. در مجموعه مد و مه چنین نوشتاری بار دیگر رخ می نماید. داستان نخست این مجموعه یعنی از روزگار رفته حکایت درباره پیرمردی است به نام مشهدی اصغر که بابا خوانده می شود و در خانه اشرافی نوکر و لله بچه هاست. پیرمرد مدت ها در برابر رفتار بد و تحقیرآمیز ارباب و خانواده اش سکوت می کند اما عاقبت می رود. از بیکاری و بیپولی در دامان فلاکت می افتد و سرانجام در سکوت می رود. مانند دیگر آثار گلستان روح مسلط بر داستان با خدمت گرفتن ترکیب‌ها و عناصری همچون باد، بوی زحمه تخم مرغ، سرما و سوز برف، بوی فساد و گل و لای و لجن، رنگ خون، تاریکی و شب، فضای سرد و دلهره‌آور ترسیم کرده. تمام عواملی که در ایجاد این فضا دخیل هستند، نوید دهنده نابودی هستند. از هنگامی که مشهدی اصغر میافتد و خانه نشین می شود، حضور عنصر باد را در داستان آشکارتر حس می کنیم که هشداری است برای از هم گسیختگی و مرگ. جعفر گفت پرویز وقت رفتن شد، آفتاب هم ورچید و باد از شکاف قاب چوبی در زوزه می کشید. سرد بود وقتی به خانه رسیدیم، داشت شب می شد. در حقیقت با بزرگ شدن راوی و بلوغ فکریش، با درک بیشتر واقعیت‌های جامعه و با شناخت بیشتر آدم‌ها لحن تردیدآمیز می‌شود و گاه تا مرز دریغ و افسوس و اندوه پیش می‌رود. کم کم لایه‌های عمیق و پنهان داستان آشکار می‌شود. داستان تنها درباره یک فرد نیست، روایت یک دوران است. نویسنده دست به نمایان کردن چهره جامعه‌ای می‌زند که سخت در چنبر باورهای پیشین خود اسیر مانده و جاهل است به موج جاری و جهنده تجدد. مردمی از سنت رانده و از تجدد مانده معلق و منفعل. من توی تاریکی می دانستم در تاریکی چیزهایی هست. مثل همین الان بیرون در باران چیزهایی هست. چیزهایی شکسته است. آدمها و ترس و قصدهاشان هست. ای کاش من یا توی تاریکی را درست می دیدم یا اصلا خبر نداشتم که تاریکی هست. توصیف قربانی کردن گوسفند و نحوه جان دادن او یکی از تصویری ترین بخش های داستان است. در اینجا اشاره روشنی به سرنوشت تیر و تار مشهدی اصغر می شود. کارد را کشید به حلقوم گوسفند قربانی. من سر برگرداندم نبینم. دیدم بابا دارد لنگان و کند می آید. گفتم آی بابا و بره از میان پوز بسته می نالید و چشمهایش که جان می داد در نور شعله لرزنده فتیله دودالود برق می انداخت. از روی خون جستی. گلستان به مدد طبیعت و عناصر متفاوت آن فضا را متناسب با اکسیون‌های قصه می‌چیند و می‌پردازد. با
به عنوان مثال پدر خانواده عاشق گل و گیاه و درخت است. وقتی در پایان داستان قدرت و نفوذش رو به کاستی می رود، تصاویر خلق شده هماهنگ است با حالت و وضعیت پدر. شاید اصلی ترین درون مایه داستان همین تقابل میان جامعه تجددگریز و مدرنیته پیشرونده ناگزیر و ترسیم نفوذ نوینگرایی و مظاهر آن در زندگی سنتی جامعه آن روز ایران و انزوای پدرسالاری و فئودالیته باشد. نویسنده از درخت‌های شکسته‌ای می‌گوید که دیگر کنده‌ای بیش نیست. باغبان با اره‌اش به جان شاخه‌ها افتاد. می‌گفت سرما تمامشان را خشکانده است. دیگر درخت‌ها همه جز کنده هیچ نبودند. نه برگ، نه شاخه، نه میوه، هیچ. و اما درخت‌ها. عاشقانه‌ترین داستان از مجموعه جوی و دیوار و تشنه با تصاویری بی‌نظیر که با کلام صورت می‌دهد. نهالی نوپا کنار کاجی بلند میبالد و به بار مینشیند. باغبان گودالی کنار آنها حفر میکند و همین عاقبت موجب شکسته شدن درخت جوان میشود و ریشه های کاج هم که خو گرفته بود با نهال حال آسیب دیده و رفته است. در مورد تصویرسازی ها در این داستان تاکید فراوان نویسنده بر وجود گودال شبیه کاری است که کارگردان در سینما با بزرگنمایی و نزدیک شدن دوربین به عنصر مورد تاکیدش انجام می‌دهد در جهت تقویت درون مایه. در سیاهی نمور سرد شب نشسته بود روی گود، روی کاج، روی من، روی درخت و گود مثل چشم کور خیره بود. برف نگاه مستمر گود را گرفت. زیر برف بود. گود زیر برف بود و برف سفید و یک نواخت به چشم اعتیاد داد و چشم گود را ندیده می‌گرفت و گود هنوز بود. وسواس و سنجیدگی بسیار برای انتخاب کلمه و برخورد با زبان داستان و افسون بران نگاه نافذ و شفیق گلستان به خلق تصاویری بکر منجر شده که امضای او را به عنوان یک نویسنده سختگیر، کوشنده و صادق پای خود دارد. تصاویری که هم نوا با کلام از موضوع ساده قصه فراتر می رود و به مفاهیم عمیق اجتماعی و انسانی اشاره می کند. در اکثر داستان‌های گلستان به کارگیری ابزار سینمایی و دید فراداستانی فضای مدرن فراهم آورده که در واقع شاید جداسازی سینما و ادبیات در این آثار ناممکن باشد و بتوان آن را پدیده نو با عنوان سینما ادبیات نام نهاد. چنان که در آثار سینمایی نیز ادبیات و گفتار فیلم تنیده است بر ساختار تصاویر. می‌دانیم که نخستین تجربه‌های گلستان در سینما با ساخت فیلم‌های مستند رقم خورد. دنیای نوپای سینما مجال تازه‌ای بود برای جولان. با ورود مصطفی فرزانه، فرخ غفاری و ابراهیم گلستان سینمای مستند وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد. ابراهیم گلستان در این میانه ما راه خود را یافت. بیان درست از نوع ظرف بیانی برایش با اهمیت تر می نمود. او با تکیه بر امکانات استودیو گلستان فیلم همچنین ذوق و استعداد هنری خیش به علاوه اندیشمندی و پیشینه کار ادبیش شاهکارهایی آفرید که در زمره بهترین آثار سینمایی ماست. خشت آینه نخستین فیلم داستانی بلند اوست که نقطه عطفی در سینمای ایران به شمار می آید. این فیلم از لحاظ پرداخت سینمایی، تکنیک های روایت و سبک تصویری در زمره نخستین فیلم های مدرن سینمای ایران محسوب می شود که تأثیر شگفت هم بر فیلم سازان بعد از خود نهاد. همینطور فیلم های مستند او که فاصله ای معنادار با زبان سینمای آن روزگار دارد. گلستان فیلم های مستند را از گزارشی خشک و خبری و خسته کننده به شعری شیوا و روایتی انتقادی و عمیق بدل کرده است، چنان که در موج و مرجان و خارا که مستندی بود درباره عملیاتی برای توسعه منطقه نفت خیز گچساران و رساندن خط لوله نفت آن به خارک. هوشنگ کاووسی درباره آن می نویسد موج و مرجان و خارای شما یک شعر و قصیده حماسی است، حماسه ای از کار آدم ها و مبارزشان با طبیعت سرسخت. فیلم با تصاویری از کشتی‌ها و دریا آغاز می‌شود. با افتادن لنگر کشتی به دامن دریا، دوربین سیری شاعرانه را از زیر آب آغاز می‌کند که با گفتار غزلگونه روی تصاویر به مخاطب یادآوری می‌کند که این یک فیلم عادی نیست. تصاویر سیر و سفر ماهیان در آب میان مرجان‌ها و گیاهان و می‌شنویم آرام. چه می‌جویی گل دریا؟ رنگی بر سنگ، نوری نر، دری دیرین، دورانی دور. در دیار دریا دورند از غم اندیشه، نه جویای رازند، نه می سازند، سپرده به تقدیر محیطند و زندگی در بند غریزه می سپارند.
دوربین از زیر آب بالا میآید و به خاک اشاره میکند. میان دالانهای تاریک و تار و خرابههای خالی و نمدار باز هم گفتار شیوای فیلم. و موج موج که کشید، که شست، که برد. سکانسی از فیلم که هلیکوپتری با بهرم زدن آرامش محیط بر زمین می نشیند، فرار گوسفندان، فرار بچه ها و صدای انفجار از نکات قابل توجه در تدوین فیلم است. همینطور پیاده شدن آدم ها از هواپیما که برش می خورد به نمایی از زنی کوزه به دست. چکش های مکانیکی میخ بر دریا می کوبند که صدای آن مدام در فضای فیلم می پیچد. بعد از آن تصویر کارگران را در حال وزنه برداری و کشتی می بینیم. استفاده فیلمساز از صدا بر روی تصاویر علاوه بر موسیقی خود فیلم بسیار برجسته است. چیزی که در داستان‌ها به وفور مشاهده کردیم برای ایجاد فضا و لحن داستان در اینجا نیز مشاهده می‌کنیم. صدای آواز کارگران، صدای فلوت چوپان، صدای چکش فولادی، صدای مته، صدای قرقره که فشار کشیدن لوله‌ها را نشان می‌دهد، همه و همه در فیلم در خدمت درون مایه قرار گرفت. نهایتاً سکانس پایانی که با تصویر تاختن قایقی بر دریا و شکافتن آب و پاشیدن حباب‌های بسیار بدراف قایق و این گفتار نیشدار و صدف مرواریده آرمیده و مرجان و ماهی سپرده به تقدیر را نصیبی نرسید جز این شیار کفالود. فیلم‌هایی همچون یک آتش، موج و مرجان و خارا و تپه‌های مارلیک نخستین جوایز بین‌المللی را از جشنواره‌های ونیز، پزارو و سانفرانسیسکو برای گلستان فراهم کردند. اما او نمیخواست از تمجید و از جایزه سنگ قبری بسازد برای به خاک سپردن کار تا مردم بیایند و رویش دست گل بگذارند. این اندیشه اوست که در فیلمهایش زنده میماند. حسی که از مرز مرگ و میر گذر میکند و حاجت به حرمت ندارد. این همان مفهوم ژرفی است که در مستند تپه‌های مارلیک بیان میشود. اشاره به اندیشه‌ای که میماند. حسی نامیرا و ماندگار. حسی که زنده بودن را در آفریدن میداند. تپه‌های مارلیک روایتی است شاعرانه و سورئالیستی از کاوش‌های باستان شناسی در منطقه مارلیک که گلستان خود آن را یک بیان معنوی و اثری شخصی می‌داند. صحنه آغازین فیلم کرانه سفید رود را نشان می‌دهد که فردی تکه‌های سفال را به هم می‌چسباند. در طول فیلم پاره‌های گذشته به هم چفت می‌شوند و از دل این شواهد و قرائن گذشته‌ای بازآفرینی می‌شود. پس از دیدن این صحنه مخاطب مهیای سفری به گذشته می‌گردد. باز همان گفتار شاعرانه و متن پرتنین گلستان رخ می نماید. این از وسواس در گزینش و گفتار و کنار هم نهادن کلمات به قصد برداشت و تولد آهنگی و نوایی نو و مفاهیمی عمیق. در سکانسی از فیلم که کندن زمین را توسط مردان می بینیم، گفتار فیلم این چنین است. و خاک یک زن است با ساقه های خشک سنبله های درو شده در انتظار بسر. تدوین و مونتاژ فیلم در این بخش همراه موسیقی هولاور ما را در تاریخ به عقب باز می‌گرداند. کوزه های معلق در فضا، مجسمه های زرین به بازی مشغول، گذشته مقابل ما برمیخیزد به رقص، برمیخیزد به جنگ، به آشوب، سپس نمایی از اسکلتی یافته در خاک و روایت فیلم. تاریخ گم شد، قالب غبار شد، کله‌ای که کاسه اندیشه بود نیست. اما با نگاهی کلی به تمامی آثار گلستان، اولین چیزی که در داستان‌ها جلب توجه می‌کند، دید سینمایی نویسنده و نخستین نکته‌ای که در فیلم‌ها به چشم می‌آید، بیان و گفتار ادبی آن است. شاید بهترین گواه برای این سخن فیلم اسرار گنج دریای جنی باشد. که رمانی است نگاشته شده از روی فیلم، تنها به این دلیل که سازنده احتمال داده که حکومت وقت فیلم او را توقیف کند که کرد. بنابراین کتابی به همین نام از روی فیلم می‌نگارد. تا به قول خودش سندی باشد که نشان دهد در آن روزگار کسی وجود داشته که فریاد اعتراضی برآورده است. کشاورز فقیری قاری پر از گنج می‌آورد. او مخفیانه و به دفعات از مقداری از گنج را به شهر می‌برد و می‌فروشد و از این راه زندگی مجللی برای خود فراهم می‌کند. خانه‌ای برج‌مانند با ظاهری غیرعادی و نمادین روی تپه‌ای می‌سازد. عده‌ای به دنبال گنج او هستند. عاقبت اما انفجار دینامیت کارگران جاده سازی خانه‌اش را ویران می‌کند. یکی از تصاویر گیرای فیلم وقتی شکل می‌گیرد که مرد روستایی درون غار با گنج نویافته خیش و مجسمه‌های زرین غول‌پیکر خلوت کرده است. عظمت و هولناکی مجسمه بز زرین وقتی روستایی چشم‌هایش را در می‌آورد و کنارش با شمایل و حالت پادشاهی می‌نشیند، تقابل و تضاد ایجاد می‌کند که بیننده را به خنده می‌اندازد. این صحنه در داستان این چنین توصیف شده.
شاید از جذبه صدای روحانی بر ترس از چشم بز مسلط شد. آن وقت بود که با شاخ نگین را کند و بز دیگر بربر نگاه نمی کرد. از دیگر تصاویر برجسته در این اثر صحنه است که مرد جواهر فروش همراه جوانکی روی تپه در جستجوی گنج می باشند و همزمان قهوچی طماع با دیدن او حرکاتش را زیر نظر می گیرد. پشت سرش ژاندارم مراقب قهوچی است و دورتر کت خدا چشم از ژاندارم بر نمی دارد. همه به فاصله چند متر بیخبر از وجود یکدیگر به دنبال هم حرکت می کنند و تقابل آنها همه در درون چاه هنگام رویارویی با گنج. است. پرسپکتیو تصویر خلق شده هم در این فیلم هم در داستان شایان توجه است. اما شاید بهترین بخش فیلم هنگامی است که زمین در اثر انفجاری که مساحان ترتیب دادن می‌لرزد و هرچه مرد دهاتی رشته بود پنبه می‌شود و ساختمان غریبش فرو می‌ریزد و خرابه‌های آن از دور برق می‌زند که با بزرگنمایی دوربین لبه‌های تیزش آشکار می‌شود. پوری گلستان با صلابت و استحکامی که از شخصیت استوارش سراغ داریم، ذکاوت و شجاعتش را در این آخرین سخن به رخ صاحبان قدرت و شوکت رسانده است. و زوال حکومت محمد رضا شاه و انقلاب 57 را پیش بینی کرده و ناگزیر دانسته است. حتی به بعد از آن نیز گوشه چشمی دارد. به یاد می آوریم گفته های گلستان را با کامبیز فراخی. وقتی که به ترکت تمام چرک ها می ریزد. افسوس که ترکیدن هست. اما در دوباره سازی سریعش شک هست. این اثر که در دنیای مابین سینما و ادبیات سیر می کند، شاید ترجمه یا برگردان اندیشه‌ای باشد به دو زبان سینما و ادبیات و داستان. زبان سینما که قطعاً امکانات بسیار بیشتری را داراست، یک نوع یا یک شمایل از بیان است. و ادبیات داستانی نیست، هرچند شاید فاقد امکانات سرشار سینما باشد، نوعی دیگر. اما دنیای ساخته شده در داستان از سوی نویسنده به تعداد مخاطبانش متکثر است، چرا که تصاویر و فضاهای ساخته شده در ذهن هر خواننده با دیگری یکسان نیست. به این ترتیب نتیجه میگیریم که گلستان به جهت اشراف بر دو زبان بیانی، ادبیات و سینما و شاید سه زبان عکاسی، نگاه متفاوت‌تر و عمیق‌تری نسبت به دیگران دارد. او یک موضوع و یک چشم‌انداز را از سه زاویه و از سه پنجره می‌نگرد. پس در نتیجه دیده درست‌تر و بهتری خواهد داشت. به طور کلی هنرمندانی که در چند شاخه هنری فعالیت می‌پردازند و در زمینه‌های مختلف دارای تخصص و مهارت می‌باشند، بیان متفاوت‌تر و ویژه‌تری به نسبت بقیه خواهند داشت. گویی ظرف بیانی آنها بزرگتر می‌باشد. به این ترتیب اجتناب‌ناپذیر می‌نماید تأثیر و تأثیرات آثار خلق شده توسط آنها از یکدیگر. اصل اندیشه است که به شیوه‌های گوناگون و البته با نگاهی نو بیان می‌شود. اگر در جستجوی جان کلام ابراهیم گلستان و اساره گفتارش باشیم، در می‌یابیم که در تمامی آثار در پی انسان پاک می‌گردند. انسان متعالی از منظر گلستان انسانی است جستجوگر که به بقای اطرافش با شک و تردید می‌نگرد و این شک او را به چالش و جستجو می‌کشاند. جستجو در دامان اندیشه‌اش می‌اندازد و اندیشه و کوشش فکری مرتبه‌ای والاتر نصیبش می‌کند. در حقیقت قرائت او از اندیشیدن با دیگران تفاوت بسیار دارد. گلستان تقریبا در تمام آثارش حماقت و خرافه پرستی را مذمت کرده و عقل و خرد را ستوده است. تقلید و عادت را و انتظار را به نقد کشیده و واقع بینی و تکاپو و خودشناسی را همراه با حرکت اندیشمندانه به سوی تعالی درست دانسته است. او مخاطبش را به پرسش و تکاپو و تفکر درست وامی دارد. به انسانیت و مقام والای انسانی حرمت می‌گذارند. انسان پاک گلستان با ذهنی آزاد و رها از قید و بندهای دست و پاگیر، با استقلال و تکیه به نفس زندگی شاد و پویایی دارد و حقایق را همان گونه که هست می‌پذیرد. به تعبیر خود او چنین انسانی مستقل و روشن و بیناست و حافظ نیروی دیدن و کشف. انسان متعالی گلستان البته به گمان نگارنده بسیار به ابر انسان نیچه شباهت دارد. انسانی که با ابتذال اندیشه به مبارزه برمی‌خیزد و به راستی از ترس و خرافه پیشین بشر رها شده و آزادی راستین را دریافت. باری اگر واقف بودن به چند زبان بیانی آثار سینمایی گلستان را شاعرانه و داستان‌هایش را غنای تصویری بخشیده است، این به تأثیری دوچندان بر مخاطب می‌انجامد و درک کلام او را راحت‌تر می‌کند. ضمن آنکه دید ویژه او را در عکاسی نباید از نظر دور داشت که قطعاً در نوع نگاهش تأثیر داشته. همینطور اشتغال او یا
پیش از ورود به دنیای سینما و داستان به روزنامه نگاری زاینده نگاهی تیزبین و عادل بوده است. حساسیت ویژه‌ای که ابراهیم گلستان بر واژه‌ها دارد خواننده را ترغیب به تکرار چندین باری جمله‌ها می‌کند تا حرف اصلی را دریابد. ذهن آلوده به عادت این جامعه بسیاری از واژه‌ها را با یکدیگر مترادف می‌پندارد، در حالی که حقیقت این گونه نیست. مثلا آنجا که میگوید اگر حرفش مطابق عقاید من هم نباشد و من آن را نپسندم، اما به تناسب قوت دیدی که دارد آن را میسنجم. گفتم قوت، نگفتم صحت. از این نمونه ها در گفتار او بسیار است. مثلا پاکی بیان و توجه به تنین کلمه فرق دارد با متن ساختن جمله. نظم و دیسیپلین بیان خودش فکر را مرتب میکند. گلستان قوانین ذهنی خواننده را برهم می‌ریزد. چیزی را که درست تصور می‌کردیم با علامت سوال مواجه می‌کند و با آنچه غلط می‌پنداشتیم احتمال درستی می‌دهد. به این معنی که آزاداندیشی گلستان به او اجازه نمی‌دهد که مطابق سنت‌ها عمل کند و هر آنچه جامعه و عرف می‌پسندد و تایید می‌کند لزوماً درست بداند. معتقد است باید خود انسان برای فهم درست و نائل شدن به یقین تلاش کند. اگر مطلبی را میپذیرد با دلیل و برهان و با منطق خودش بپذیرد. به وسیله دستاوردهایی که از پژوهش و تحقیق کسب کرده و اندیشیده است. بنابراین چنین انسانی مقابل بدیهی ترین مفاهیم علامت سوال میگذارد و به آنها با دیده تردید مینگرد و نهایتاً خودش از دریچه همین شک و تردیدها حقیقت را در می آورد. گلستان سنت ها را می شکند تا ذهن را وادارد به کشمکش باخیش و کاوش و تفتیش و این ارزشمندترین دستاورد اوست. گلستان الگوهای اندیشیدن مخاطب قاعده مندش را تغییر می دهد و به سوی کمال پیش می راند و این مهم را با تاکید روی جستجوی بی حد و حصر بی فرمول انجام می دهد. در داستان‌های او باید به فضاسازی و توجه ویژه به فرم و ساختار بیانی یک اثر اهمیت ویژه‌ای دارد. استفاده او از عناصری همچون باد، صدا و نور در بیشتر داستان‌ها قابل توجه است که به تصویری تر شدن داستان و البته به ملموس شدن فضا کمک شایانی کرد. گلستان از تمام ظرفیت‌های بیانی و زبانی برای انتقال فکری که در پس داستان‌هایش وجود دارد استفاده می‌کند. او محتوا را از ساختار قصه جدا نمی‌داند و در میانه تنها به درستی کلام اهمیت می‌دهد. اینکه چه حرفی در داستان می‌خواهد مطرح شود. چه مسئله اجتماعی می‌خواهد بیان شود. اگر درون مایه داستان شک و دودلی و استراب است، گلستان از سایه ها، از صداها بهره میبرد تا فضا را نیز با مفهوم کلی داستان هم نوا کند. از نوشتارش میتوان فهمید که بر این باور است که پرگویی هرگز دلیل محکمی برای درست گفتن نیست و مثل کردن جملات و بریدن آنها نمیتواند دلیلی برای نو بودن یک اثر باشد. مهم آن فکری است که در پس هر اثر نشسته است. از دیگر نکات قابل توجه در این آثار ارتباط شگفت‌آور داستان‌های یک مجموعه یا بین‌المللی است. و از آن عجیب‌تر ارتباط مجموعه‌ها با هم و فراتر از آن ارتباط داستان‌ها با فیلم هاست. به لحاظ تکرار برخی موقعیت‌ها و فضاها و تکرار تصاویر. نه تکراری که به راحتی بتوان پیدا آن برد. نه تکراری به معنای کلیشه‌ای. بلکه رایحه‌ای که از هر اثر لحظه‌ای به مشام می‌آید. فضایی که ناخودآگاه ذهن ما را پر می کند و با این پرسش به درگیری می اندازد که این صحنه چقدر آشناست. مانند این توصیف در داستان بعد از صعود. در آسمان یک باز با بالهای بی جنبش در آسمان گسترده مانده بود. این تصویری است که دقیقا در مستند موج و مرجان و خارا می بینیم. بازی با بالهای گسترده بی جنبش در آسمان. گفتار فیلم در تپه‌های مالی هنگام کاوش زمین، و خاک یک زن در خواب رفته است با راز و ریشه و رویا. در داستان مد و مه نیز چنین تعبیری را می‌بینیم وقتی راوی از زنی سخن می‌گوید که به او عشق می‌ورزد. او عطر کشسارهای درو کرده می‌داد. همینطور در این داستان در میانه گفتگو آنجا که می‌خوانیم خندید و گفت من رفتنی نیستم. گفتم اتفاق می‌افته و خندید و گفت من نظر کردم. این بخش از داستان مخاطب را به یاد صحنه‌ای از فیلم اسرار گنج می‌اندازد. سکانسی که کشاورز حوله‌ای را دور سر خود پیچیده که یادآور تاج شاه است و روی مبلی سلطنتی و فاخر نشسته است. زن گفت من که نمی‌دونستم تو پول داری.
هیچ کس نمیدونست. مرد گفت چشماتان کور. حالا بدانین من دیوانم. من نظر کردم. یا در همین داستان تصویر ناهمگون وسایل مدرن از قبیل یخچال، مبل، چلچراغ و مجسمه زنی برهنه که بر الاغ سوارند و راهی ده و هیچ سنخیتی با فضای زندگی مرد روستایی ندارد. چلچراغی که از سقف کاهگلی آویزان است. یخچالی که برقی نیست تا بشود از آن استفاده کرد. که یادآور داستان زهره گرم تیر می باشد که در آنجا نیز شرایط برای پذیرش یخچال مهیا نبود. که تمام تصاویری است مرتبط با هم و سخن از درد مشترکی دارد. جهل که با جوش همراه است. دور از شعور و هوش. جامعه‌ای در حال گذار از سنت به تجدد که متعصب است به سنت‌هایی که بر ریشه آن سنت‌ها نیست، آگاه نیست. و هیچ درکی هنوز از دنیای مدرن و متجدد ندارد و تجدد همچون سنجاقی به آریت گرفته شده بر تن عریانش می‌گرید. یا به شکلی کلی جهت دیگری از شخصیت اصلی داستان به دزدی رفته‌ها می‌تواند زن داستان یادگار سپرده باشد. اسیانگر قصه در خمه راه شاید چهره‌ای تکامل یافته از شخصیت داستان تبع اسیان است. سرکشی از آن دست که در داستان بودن یا نقش بودن برادر بزرگتر ستایش می کند و انگشت تأکید می نهد بر این مهم که باید هوش داشت نه جوش. همان خردی که با ترویجش به تجدد نزدیک خواهیم شد. به این ترتیب شخصیت ها و گفتارهایشان، تصاویر، موقعیت ها، حوادث و حوادث داستان های گلستان همه به جامعه قابل تحویلند و به دیگر آثار، نه فقط به دیگر داستان ها مرتبط. گویی رشته ناپیدا تمام آثار را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این موضوع شاید در دنیای مدرن هنر امروز چندان غریب نباشد. اما هنگامی که باز می‌گردیم به سال‌های دهه 20 تا 40، می‌بینیم تکنیک‌ها و شگفت‌های روایی که گلستان در آن دوره به کار برده در داستان‌ها و مخصوصاً در فیلم‌ها امروز تازه باب شده و مورد توجه است. از آن جمله شیوه‌های تازه تدوین در فیلم که این دلیل محکمی بر پیشرو بودن گلستان می‌باشد. بیشک گلستان منتقد سرسختی است. هرچند کم سخن میگوید اما هرگاه که به سخن در میآید پروایی از بیان حقیقت ندارد. که این را دنیای پرسالوس و چرب زبان امروز نمی‌تابد. گلستان در بسیاری از رشته‌های هنری صاحب نظر است. علاوه بر سینما، ادبیات و عکاسی که زمینه‌های اصلی فعالیت او بودند، هرگاه جایی سخن از نقاشی، موسیقی، خطاطی یا شعر به میان می‌آید با بیان تاریخچه هر کدام از این شاخه‌های هنری در جهان و نهایتاً در ایران و معرفی و نقد دست‌اندرکاران این حوزه‌ها مخاطبش را انگشت به دهان می‌گذارد. به این ترتیب بزرگی و آگاهی و استواری و پاکیش علتی است برای کوباندنش شاید. به سکوت نشستن و دور از هیاهوی شهرت و قیل و قال بودن در انزوایی زاینده و پرنشاط برای بسیاری غیرقابل باور است. و آنچه درکش مشکل باشد به حتم در این جامعه باطل و انکار خواهد شد. اگر شناخت کاملی از استعدادها و توانایی‌های گلستان و همچنین بینش متفاوتش به زندگی داشته باشیم افسوس خواهیم خورد که چرا بیش از این فیلم نساخته یا دست به تعریف کتاب‌های بیشتری نزده است تا ادبیات و سینمای امروز ما بهره وافی و کافی از وجود آورده باشد. اما از آنجایی که خود او نیز معتقد است یا نباید به کاری را انجام داد و یا باید به آن درست و دقیق پرداخت با توجه به دقت و ظرافت بیش از حد او و به کار بردن نثری پاک در خدمت بیان متوجه می شویم که آثار ماندگار او بر ادبیات و سینمای امروز ایران تأثیر بسزایی داشته و نقطه آغاز و نمایانگر راهی بوده که بعدها دیگران پیش گرفتند و در هر دو حوزه به پیروی از ثبت او پرداختند. بدون تردید ابراهیم گلستان یکی از تأثیرگذارترین و برجسته‌ترین روشنفکران دوران ماست که باید بر نبودن منبع جامع و کاملی درباره او تأسف خورد. امید دارم با پژوهش‌های از این دست و برنامه‌های اینچنین بتوان در راه شناساندن بیشتر چنین هنرمندانی کوشید. متشکرم.